نام خدا. سلام و شبتان بخیر. امروز یک شنبه 13 مرداد 1398 خورشیدی است که برابر می شود با 4 آگوست 2019 میلادی. با مجموعه خبری ساعت 8 شب آریانانیوز و آریانا خوش آمدید. سرخط مهمترین خبرها. ادامه رایزنی های امریکا و طالبان در قطر. بعضی جزئیات تا نامه که فرد شده جزئیات که دایستی که دو دری ورزی که خلاصی. تاکید عبدالله بر بی‌طرفی نیروهای امنیتی در انتخابات. نیروهای امنیتی دفاعی ما ایتو شهرت پیدا کنند که اینا جانبداری میکنند از یک کاندید. و کشته شدن 29 تن در امریکا. گفتگوهای صلح زلمه خلیلزاد با طالبان در دوحه وارد دومین روز شد. یک عضو هیئت گفتگو کننده طالبان میگوید که اگر این دور گفتگوها نهایی شود، تمامی نظامیان خارجی به شمول مشاوران و قراردادی‌های آنان از افغانستان بر بنیاد یک جدول زمانی خارج خواهند شد. مولوی شهاب‌الدین دلاور تاکید میکند که پس از توافق با آمریکا در گفتگوهای رسمی میان افغانی روی آتش بس تدوین و اصلاح قانون اساسی بس خواهد شد. در همین حال عبدالله رئیس اجرایی از ادامه تلاش ها برای آغاز گفتگوهای میان افغانی سخن می زند. دور هشتم گفتگوهای نمایندگان آمریکا با طالبان در دوحه قطر پشت این درهای بسته برای دومین روز هم ادامه یافت. گفتگوهایی که ظاهراً دو طرف را برای رسیدن به یک توافق نزدیک ساخته است. یک عضو هیئت گفتگو کننده طالبان این توافق را مشروط به تعیین جدول خروج تمامی نظامیان خارجی به شمول مشاورین و قراردادی های آنان از افغانستان می داند. در توافق بین‌المللی شاهدان و حضور که اعلان شی، بیا با این افغانی مذاکرات و داخلی گو او با این افغانی مذاکرات که به اجندا یا موضوع اربندم وی. بیا چې کله په بین الافغاني مذاکراتو کې په مهم مسائلو لکه اسلامي نظام قایمول، د اساسي قانون تدوین، په اړینو اصلاحاتو او سیاسي نقشې باندې توافق وشي، بیا خو اوربند څه چې جنګ به هم انشاءالله تعالی له ګران هیواد نه ختم او ځای به یې سرتاسري سوله او امنیت ونیسي. در این میان منابع آگاه از این گفتگوها میگویند که دو طرف روی فراخواندن شماری از سازمانها و کشورها برای نظارت از توافقنامه صلح کار میکنند. توافقنامه تر ډیر حد پورې په اصل کې اویا و اتیا نیایي سوې ده، خو بعضې جزئیات په توافقنامه کې پاتې دي چې هغه جزئیات کیدای شي چې دوه درې ورځې کې خلاص شي. شاید یک اداره موقت باشه، شاید یک اداره سرپرست باشه، شاید یک حکومت مختلط باشه. اگر آمریکا با طالبان در این دور گفتگوها به توافق برسند، زمینه برای گفتگوهای رسمی میان افغانی فراهم خواهد شد. گفتگوهایی که آتش بس و چگونگی سهم دادن به طالبان در قدرت سیاسی رایزنی خواهد شد. آغازش گفتن نمیتونیم، اما کوشش هایی برای آغاز گفتگوها بین افغان ها به شمول همه با طالب ها ای کوشش ها در جریان است. با این همه گزارش های نشر شده است که بر بنیاد یک توافق نخستین واشنگتن حدود 6 تا 8 هزار سربازش را از افغانستان بیرون می کشد. اما زلمه خلیلزاد فرستاده آمریکا برای صلح افغانستان همزمان با رسیدنش به دوحه گفت که آمریکا آماده یک توافق صلح با طالبان است، نه خروج نظامیانش از افغانستان. رئیس جمهوری میگوید که نیروهای امنیتی باید در روند انتخابات بی‌طرف باشند و به هیچ فشار تن ندهند. وی تاکید می‌ورزد که اگر نیروهای امنیتی به ویژه پلیس به سود هر نامزد تلاش کنند، این کار صدمه جبران ناپذیر بر اعتماد مردم به جا خواهد گذاشت. در همین حال رئیس مشترک بورد جهانی هماهنگی پلیس تاکید می‌ورزد که پلیس افغانستان مکلف است تا فضای مسئول را برای برگزاری انتخابات ایجاد کند و نقش بی‌طرف داشته باشد. رفیع صدیقی گزارش می‌دهد. در حالی که پیکارهای انتخاباتی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده، اما رئیس اجرایی از مداخله نیروهای امنیتی به ویژه پلیس نگران است و میگوید که این نیروها باید به هیچ فشار تن ندهند و بی‌طرفی‌شان را به گونه کامل در این روند حفظ کنند.
در غیر آن پیامدهای ناگوار در برابر اعتماد مردم خواهد داشت. نیروهای امنیتی دفاعی ما ایتو شهرت پیدا کنند که اینا جانبداری میکنند از یک کاندید یا کاندیداها، بعد یک صدمه بسیار جبران ناپذیر و اعتماد مردم در برابر پلیس و نیروهای امنیتی ما خواهد بود. باز این قسم او رقم یک مسئله نشه که بگوین زور ما به فلان کس خواه نمیرسید، باز یک ضعیفترش پیدا کنیم و او را نمونه و مثال بسازیم. از سوی هم کشورهای کمک کننده برای پلیس افغانستان خواستار بی‌طرفی نیروهای امنیتی در روند انتخابات هستند و میگویند که مکلفیت این نیروها تنها ایجاد فضای امن برای مردم است. انتخابات افغانستان نزدیک است و مهم این است که نیروهای امنیتی درک واضح از انتخابات داشته باشد و فضای مسئول را فراهم کنند و پلیس رول بی‌طرفانه را در انتخابات بازی کند، هرچند چالش‌های زیادی در برابر آنان وجود دارد. وزارت امور داخله هم تاکید می‌ورزد که تعهد پلیس افغانستان این است تا در روند انتخابات بی‌طرف بماند. وزارت داخله تعهد دارد تا امنیت را تامین کند و تعهد دارد که در انتخابات بی‌طرف باشد تا بتوانیم مسئولیتمان را به گونه لازم انجام دهیم. هرچند افزایش ناامنی‌ها نگرانی‌ها را برای میزان گسترده مردم در روند انتخابات فراگیر ایجاد کرده، اما مسئولان امنیتی تاکید می‌ورزند که برنامه‌های اثرگذار برای تامین امنیت روز انتخابات سنجیده شده تا مردم بتوانند از حق رأیشان استفاده کنند. آگاهان و ناظران انتخاباتی میگویند کمیسیون مستقل انتخابات تا اکنون از لحاظ تکنیکی آماده برگزاری انتخابات در ششم میزان نیست. آنان تاکید میورزند که کمیسیون توقع مردم را نسبت به کیفیت انتخابات بالا برده، اما هیچ راهکار در این راستا ندارند. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید کارهای تکنیکی در فهرست رای دهندگان و چگونگی بسته‌بندی مواد اساس انتخابات جریان دارد. دیونا صمدین گزارش را تهیه کرده. آماده سازی فهرست رای دهندگان، دستگاه های بایومتریک و سایر موارد تکنیکی بر انتخابات ششم میزان تثبیت کننده ماموریت کمیسیون مستقل انتخابات نسبت به این روند است. اما آگاهان انتخاباتی میگویند که کمیسیون مستقل انتخابات تا اکنون نتوانسته راهکار جدی را بر مشروع سازی روند انتخابات ششم میزان از آن خود کند. توقع مردم را نسبت به کیفیت انتخابات بالا بردن، اما امو کار خانگی که لازم است به خاطر مشروع ساختن انتخابات او را حداقل من نمی‌بینم که انجام داده باشد. بازی با ارقام، نقض جدول زمانبندی انتخابات ریاست جمهوری که کمتر از دو ماه زمان دارد، مواردی که نهادهای ناظر انتخاباتی را نگران کرده و تاکید می‌ورزند که تا اکنون کمیسیون پاسخ در کمکاری‌های تکنیکیش ندارد. گروگری انتخاباتی را برای تحیل سرای دهندگان پیدا نکردن و نتونستن باز کنن. همان چی که ما بهش باورمند هستیم که اینا میکانیزم‌ها را شناسایی نکردن که اون 9 میلیونی که ادعا میشه باکس بازی شود و کسایی شامل لیست بسازن که اونها وجود داشته باشه، حضور داشته باشه و موجود باشه. بانک کمیسیون مستقل انتخابات در ماه آینده باید مواد اساس انتخاباتی را بسته‌بندی کند، اما کمیسیون از جریان کارهای تکنیکی در فهرست رای دهندگان خبر می‌دهد. تیمای تکنیکی سر لیست رای دهندگان هم کار می‌کنه و چند روز دیگر یک رقم ثابت از طرف کمیسیون مستقل انتخابات اعلان می‌شود. با این همه کمیسیون از آماده سازی پیش شرط های برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و برگزاریان در ششم میزان اطمینان می دهد. نورالله جلیلی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری رهبران حکومت وحدت ملی را به مردم فریبی متهم می کند. دست انتخاباتی مادر وطن بر رهبری نورالله جلیلی کارکردهای حکومت وحدت ملی را انتقاد کرده و می گوید ظرف 5 سال گذشته مردم در وضعیت بد زندگی قرار گرفتند. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری از مردم می خواهد تا با شرکت در انتخابات و قضاوت عادلانه و چالش های موجود در کشور پایان دهند. علی اصغری گزارش می دهد.
دسته انتخاباتی مادر وطن با رهبری نورالله جلیلی در یک گرد همایی در تالار لوی جرگه رهبران حکومت وحدت ملی را متهم می‌سازد که در 5 سال گذشته مردم را فریب و در وضعیت بد زندگی رسانیدند. نبگوین به چهره های تکراری و سیاه، چهره هایی که در 18 سال گذشته ما را فریب دادند، چهره هایی که به ما دروغ گفتند. اگر پشت پول آمدیم، برتون قسم میخورم که به اندازه پول دارم که تا 100 سال آینده هم خلاص نمیشه. فقط به یک خاطر آمدیم و او خاطر قرض مادر وطن است. ما از این وطن قرضدار هستم، از این ملت قرضدار هستم. روز بیش از صدها جوان ما، خواهر ما، هموطن ما، طفل ما، کودک ما، صرف نظر از این که از جانب طالب هست، از جانب دولت هست، هر کسی که هست به نام انسان از بین میره. چی تقصیری وجود داره؟ چرا؟ این نامزد انتخابات ریاست جمهوری تطبیق قانون، تامین عدالت، از بین بردن فرهنگ واسطه‌بازی در دستگاه‌های حکومت و تامین صلح در کشور را از مهمترین اهدافش می‌داند. از همین رو از مردم می‌خواهد تا با شرکت در انتخابات قضاوت عادلانه داشته باشند. این انتخابات نسبت به هر انتخابات دیگر و نسبت به هر رویداد دیگر برای مردم ما بسیار مهم و حیاتی است. کوچکترین اشتباه در این دوره انتخابات ما را به یک فاجعه بسیار بزرگ رهنمایی خواهد کرد که نه تنها زندگی ما را بلکه زندگی نسل‌های آینده ما را به یک چالش بزرگ روبرو خواهد ساخت. روند کارزارهای انتخاباتی نامزدان انتخابات 8 روز پیش آغاز شد، اما هنوز این روند رنگ چندانی به خود نگرفته است. از میان 18 تیکت انتخاباتی تنها چند نامزد محدود تاکنون به گونه جدی با هم رقابت کردند. شماری از شهروندان کشور علاقمند شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اند، اما شمار دیگر رفتن به پای صندوق‌های رأی را مشروط به تحقق وعده‌های کمیسیون انتخابات از بهر برگزاری انتخابات شفاف می‌گویند. این شهروندان هرچند از کمرنگ بودن کارزارهای انتخاباتی شک به برگزاری انتخابات به موقع دارند، اما با آن هم از حکومت و کمیسیون می‌خواهند انتخابات را در زمان معین آن برگزار کنند. در حالی که کمتر از 2 ماه به انتخابات ریاست جمهوری مانده است، شماره از شهروندان کشور برای اشتراک در انتخابات آماده می شوند. شماره هم از روند پیکارهای انتخاباتی برخی از نامزدان شاکی‌اند. ما این نادیده نگیریم که متاسفانه نظر به یأس و ناامیدی هایی که شهروندان افغانستان از انتخابات های گذشته دارند، احتمالاً که یک تعداد در انتخابات شرکت نکنند. د دموکراسی دی اصل ته زمونږ هغه لوست طبقه ژمنه ده، طبعاً چې دغه عوام طبقه بم ځان سره اخلي او تشویقوي به په ټاکنو کې به برخه اخلي. که څه هم ځینې اندېښنې شته دي، یو خو د سولې خبرو کش پیدا کړی دی. تجربه تلخ انتخابات های ریاست جمهوری گذشته شماره را هم از رفتن به صندوق های رای دلسرد ساخته است. شفافیت انتخابات تضمین نشوه از طرف یک کمیته ناظر بین المللی یا ملی دیگه لازم نیست که با مخاطراتی که پیش رو هست، حتی بعضی مردم ها همشهری های ما انگوشتایش بریدن، بعضی ها را کشتن، بعضی ها را شلاق زدن، دیگه ما این مخاطرات قبول کردن نمیتونیم. پس این رأی و رأی گیری و انتخاب کردن و انتخاب شدن هیچ معنی و مفهومی نخواهد داشت و نداره و بهتره مردم بشینن و خدمت شما عرض شوه، نه خودشان را به زحمت بندازن نه پای صندوق ها بیاین. برخی از شهروندان دیگر هم حراس دارند تا مبادا بر سر رأیشان معامله شود. پدی به خاطر خلق دست خوش می ندی، دل سر دادی، خپه دی و چې مخکیم سو کوله ډیر خلکونه موریدلی اته خپل په خدای خپل کړه مې ده ماته وی لاس پیر زله ولا کدا پیر وټ واچو ادل ته وادی کی ور زدا کوم سره جوړه مو دا کوم دا کوم بیا دې سکوټه دروازه وټه کی و هغه کور کې نشته موبایل سو کې ورته و هغه مو بخي ور لمر ده غلط کړی بیا دې جواب نه درکې. انتخابات ریاست جمهوری 4 سال پیش یکی از پرجنجالترین انتخابات گفته شده است که براینده آن حکومت وحدت ملی بود. با انتقادهایی که از کمیسیون انتخابات صورت می‌گیرد، انتخابات پیشرو و نیز احتمالاً نابسامانی‌های خود را خواهد داشت.
طرح حمله بر وزارت مخابرات و مسجد امام زمان در کابل بازداشت شد. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که نیروهای ویژه این ریاست در عملیات یک سازماندهنده حمله های گروه داعش را از ناحیه هشتم شهر کابل بازداشت کردند. این نهاد میگوید فرد بازداشت شده باشنده یکتوت شهر کابل است و در پاکستان به گروه داعش پیوسته بود و دستور و سازماندهی حملات را از ننگرهار دریافت میکرد. در همین حال فرد بازداشت شده اعتراف میکند که افراد استخدام شده به داعش را از کابل به ننگرهار انتقال میداد و در کنار این قصد داشت تا با استفاده از 20 حمله کننده 5 حمله بزرگ را به نهادهای حکومتی در شهر کابل انجام دهد. تقریبا 40 کسان نور تیار کرد چه مختلف ده حکومت زیونه که تاس زانون آلو زوی ها کسان ناکام شلا ندارم. دوباره خوش آمدید. توجه کنید به چند خبر کوتاه از جهان. در دو تیراندازی در امریکا 29 تن کشته شدند و بیش از 40 تن دیگر زخم برداشتند. از اثر دومین تیراندازی در کمتر از 24 ساعت گذشته در امریکا 9 تن کشته شدند و دست کم 16 تن زخم برداشتند. بر اساس معلومات پلیس شهر دیتون ایالت اوهایو، یک فرد مظنون به تیراندازی نیز کشته شده است. تیراندازی در شهر دیتون در اوهایو ساعت پس از آن صورت گرفت که یک فرد مسلح با تیراندازی در یکی از مراکز تجارتی در شهر الپاسو در ایالت تگزاس آمریکا 20 تن را کشت و 26 تن دیگر را زخمی کرد. هنگامی که این تیراندازی در فروشگاه والمار در مرکز شهر الپاسو صورت گرفت، حدود 30,000 تن در آن حضور داشتند. فرد مهاجم یک فرد 21 ساله معرفی شده است. گریگ آلن فرمانده پلیس الپاسو گفته است یک اعلامیه ضد مهاجران نزد فرد مهاجم یافت شده است. شهر الپاسو در غرب تگزاس موقعیت داشته، حدود 680 هزار نفوذ دارد. این شهر با مکزیکو مرز مشترک دارد و یک جمعیت بزرگ از امریکایی های اسپانیایی نژاد در آن زندگی می کنند. در نتیجه یک انفجار نیرومند در سوریه 31 تن کشته شدند. این انفجار روز گذشته در پایگاه نیروهای نظامی شهیرات صورت گرفته است که در شهر همس موقعیت دارد. این خبر از سوی گروه ناظر حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است منتشر شده است. منبع افزوده که پایگاه نظامی شهیرات در مرکز سوریه یکی از مراکز بزرگ نظامی این کشور به شمار می رود. با خبر اقتصادی خوش آمدید. حاصلات انگور در سال روان در قندهار افزایش یافته است، اما باغداران و بازرگانان از نبود بازارهای مناسب و بلند بودن مالیه شکایت دارند. آنان از حکومت انتقاد می کنند که در این مورد توجه لازم را ندارد. باغداران انگور در قندهار می گویند در حالی که حاصلات انگور نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است، اما به علت نبود مارکت و بلند رفتن مالیه زیان مالی نمودند. آنها می گویند موانع تجارتی و مهاد بودن افغانستان به خشکی باعث شده است که بخشی از این میوه ضایع شده و یا به قیمت بسیار پایین به فروش برسد. دغه موږ میوی چې وسته د ژمی سمور ورته ولاړیو در دغه وخت پورې چې موږ په دې خواري کار او په دې وخت شي نه کی جوړ بر موږ ته شي نه رسید او کدی وسته شي جوړ کی مارکیټونه ورته جوړ کی ولاری ور صفایو کی او دغه ور سم کی دغه باغ دی بالا ورور د جیم رئیس ورته ولاړ او ری مصرفونه خوړی دی په کوی اند وسړه بالا ګرد ورسته سي د لیرته نه دی مش غواړ چې مارکیټ دغه پیدا کونه دی چنګور مدرو بازارونو پر ورسیږي نه دی. در عین حال رئیس زراعت قندهار حاصلات باغهای انګور را در سال روان بهتر دانسته و میگوید 30% حاصلات انګور افزایش یافته است، اما می افزاید مارکیټ مشخص برای فروش انګور در این ولایت وجود ندارد و تجار و باغداران اساحات مختلف و بیشتر از داخل باغ‌های انگور را خریداری کرده و به محلی که می‌خواهند انتقال می‌دهند. سکالی خوشبختانه باید ویم چې ډیر ښه بارانونه او زمنګ کال آبادو زمنګ د دالې په بن کې هم وبښتا ډیر زیاتې بزګران ډیر خوشاله او ټول حاصلات باندې زمنګ مثبت تاثیر شوه دی. مسئول اتاقهای تجارت قندهار میگوید همه سال در فصل میوه پاکستان برای تجارت و میوه های از قندهار یا دروازه مرزی را میبندند و یا هم تکس مالی افزایش میدهد. وی میگوید سال گذشته بالای یک موتر انگور 80 هزار کلدار پاکستانی تیکت مالی میامد، اما حال این تیکت به 300 هزار کلدار افزایش یافته است. بدبختانه وایم چې پاکستان هر کال چیز مجد سیزن
موسم رسیږي یا وخت رسیږي دی یو مشکل ایجاد کی یا دروازه بند کړي یا ټیکس پورته کړي هغه هم داسې پورته کړي چې مخکې پر یو لارې باندې 15,000 روپۍ راتللې اوس 3,60,000 راځي. میوه‌جات و سایر محصولات قندار حلوا بر آسیا در سایر کشورهای جهان نیز از بازار خوب برخوردار است. اما بازرگانان در این ولایت میگویند انگور تنها به پاکستان صادر می شود. اگر سهولت های انتقال آن از طریق بندر چابهار مهیا گردد، این کار باعث نفع بیشتر باغداران و تجار خواهد شد. تشکر کنید. بنای شما را از اثر خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل. یک دلار امریکایی 78 افغانی و 50 پول، یک یورو 87 افغانی و 10 پول، یک درهم امارات 21 افغانی و 20 پول. 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 65 پول، 1000 روپیه پاکستانی 499 افغانی، 1000 روپیه هندی 1140 افغانی. وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر کشور. کابل آفتابی بلندترین درجه حرارت 31.1، 21 هرات آفتابی بلندترین درجه حرارت 44.1، 27 مزار شریف آفتابی بلندترین درجه حرارت 43.1، 30 جلال آباد آفتابی بلندترین درجه حرارت 42.1، 30 قندهار آفتابی بلندترین درجه حرارت 43.1، 28 غزنی آفتابی بلندترین درجه حرارت 34.1، 18. از همراهیتان با خبرهای آریانا تشکر.